سلام در این ویدیو من میخوام با شما در رابطه با نحوه مصرف داروی سرترالین در اختلال دیسفوریای پیش از قاعدگی PMDD و سندروم پیش از قاعدگی PMS صحبت بکنم یادتون باشه که از اطلاعات این ویدیو در راستای افزایش آگاهیتون استفاده بکنید برای مصرف دارو حتما باید با متخصص مشورت بکنید سرترالین که از دست داروهای SSRI ها یا مهار کننده های انتخابی باز جذب سروتونینه در اختلال پیش از قاعدگی دیسفوریای پیش از قاعدگی یا سندروم پیش از قاعدگی به دو شیوه میتونه مورد استفاده واقع بشه یکی با آغاز قاعدگی که از روز اول قاعدگی هر روز 50 میلی گرم مصرف میشه تا انتهای قاعدگی و در روز آخر قاعدگی دارو متوقف میشه چنانچه در این شیوه مصرف تغییری در فراینده این اختلال ایجاد نشده باشه در قاعدگی بعدی 50 میلی گرم افزایش میدن دوز مصرف رو و تا 150 میلی گرم میتونن دوز رو افزایش بدن یعنی اگر در قاعدگی دوم هم تغییری ایجاد نشد در قاعدگی سوم 50 میلی گرم دیگه افزایش میدن و نهایتا بیشتر از 150 میلی گرم در این مسئله استفاده نمیشه شیوه دومی که برای مصرف این دارو هست چهارده روز قبل از آغاز قاعدگیه که خب در اینجا چهارده روز قبل از آغاز قاعدگی با دوز پنجاه میلی گرم در روز مصرف دارو رو آغاز میکنن و دقیقا روز اول قاعدگی مصرف دارو رو متوقف میکنن در اینجا افزایش دوز تا 100 میلی گرم در این شیوه مصرف مجازه و اگر در بازه اول تغییر ایجاد نشد در قاعدگی دوم 50 میلی گرم دیگه به دوز دارو اضافه میکنن و 100 میلی گرم در روز رو مصرف میکنن اینکه صبح ظهر یا شب مصرف بشه اهمیتی نداره اما توصیه میکنن صبح ها مصرف بشه بهتره اینکه با میده خالی یا پر مصرف بشه اهمیتی نداره اما اگر دوچار مشکلات میدوی هستید توصیه میکنن که با در واقع میده پر مصرف بشه بعد از سه قاعدگی تا شش قاعدگی اومن درمان شکل گرفته و عموما در سه قاعدگی که این دارو مصرف میشه اثرات مثبت درمانی ایجاد شده و نهایتا بعد از شش قاعدگی مصرف حالا با هر کدوم از این دو تا شیوه مصرف درمان در حد بالایی شکل گرفته استثناءاتی هم وجود داره که بیشتر از این ادامه پیدا بکنه اما در بازه در بیشتر افراد در این بازه باید درمان شکل بگیره